بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. دوستان علی سلام، ایشالا هر جای ایران زمین هستید حال دلتون خوب باشه. باشه، رسیدیم به مبحث قشنگ حد و پیوستگی. از ابتدا یعنی از سال 11 هم با هم بررسی حد رو انجام میدیم، میایم تا تیپ تست های سال 12 هم. با ما همراه باشید. بچه رسیدیم به مبحث حد و پیوستگی. حد و پیوستگی، خب حد و پیوستگی سال 11 هم و 12 هم برای شما تدریس شد، شما یاد گرفتید، حالا قراره اینجا برای شما تست های مختلفی حل بشه. اگه بخوایم دو قسمت عمده بکنیم این حد و پیوستگی رو، سوال های حد و مفهوم حد، سوال های پیوستگی و مفهوم پیوستگی، که ما سعی میکنیم تو هر تستی که برای شما حل میکنیم یه نکته کوچولویی رو برای شما دوره کنیم. خب بریم سوال شماره 1. گفته در تابعی با ضابطه f x مساوی x به علاوه a در براکت x، اگر داشته باشیم لیمیت f x منهای لیمیت f x x به سمت 2 مثبت x به سمت 2 منفی بره بشه 3، عدد حقیقی a کدام است؟ خب ببین، وقتی x به سمت یه عددی میره و جواب شما هم میشه یک عدد، داستان بی‌نهایتی میره کنار. اوکی، حالا سه جا باید حواست به این x باشه: قدر مطلق، براکت، مثلث. تو این سه جا این داستان داره دیگه، باید یه ذره بین دستت باشه، نکات رو بررسی کنی، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، ببینی چه اتفاقی توی تابع میفته. خب بریم ببینیم داستان براکت از چه قراره. همراه باشید. سوال شماره 1. آقا الان اگر ما بخوایم این داستان براکت رو حل کنیم، بگیم آقا براکت x دو حالت داره. اگر x های شما متعلق به z باشد، اگر x های شما متعلق به z نباشد. اگر x های شما متعلق به z باشه، اصلا ما چطور داریم در مورد براکت صحبت میکنیم؟ میگه عدد صحیح بره داخلش. خب این طرف هم میگه آقا منم که تابع جزء صحیحم، کاری نمیتونم برات بکنم. راست میگه، خودش میاد بیرون. مثلا 3 بره این تو، خب جواب 3 دیگه، جزء صحیح نداره. اگر عدد صحیح نره داخلش، میشه عدد صحیح سمت چپش دیگه، گفتیم عدد صحیح سمت چپ. یه محور بکشیم، یک یادآوری کوچولو داشته باشیم. آقا اینجا صفر من، اینجا منهای یک من، اینجا منهای دوی من، یک من، دوی من و سه من. ببین وقتی که تو داری حاصل حد به دست میاری، میدونی حد یعنی محدوده. خب حد یعنی محدوده، یعنی آقای امینی مثلا x به سمت دو میره، بعد دو رو حساب کنی میگی نه اطراف دو. x به سمت منفی یک میره، یعنی منفی یک رو حساب کنیم میگیم نه اطرافش، یعنی یه ذره بیشتر یه ذره کمتر. از سمت راست بهش نزدیک بشی میشه دو مثبت، از سمت چپ بهش نزدیک بشی دو منفی. به همین ترتیب در این دو نقطه، از سمت چپ و راست. حالا اینجا طراح گفته لیمیت براکت x، x قراره به سمت دو مثبت بره. خب بچه نگاه کنید، دو مثبت اینجا، عدد صحیح سمت چپش میشه چقدر؟ دو. لیمیت براکت x، x داره نزدیک میشه یا میل میکنه به سمت دو کمتر، یعنی از این ور، عدد صحیح سمت چپش میشه چقدر؟ یک. تموم شد. پس حواست باشه اگر براکت داشتی محدودیت داری، باید دقت کنی چپ و راستش چه اتفاقی میفته. حالا گفته من یه تابعی دارم به نام fx، بیا از این لیمیت بگی. خب چش لیمیت fx، x رو یه بار میل بده به سمت دو بیشتر، یک بار میل بده به سمت دو کمتر. تابعت چیه؟ تابعت هست x به علاوه a در براکت x. عزیز من نگاه کن، x به علاوه a که محدودیتی نداره. میگه آقا x به علاوه a دو میذاری دیگه، دو مثبت دو منفی داستانه. دو بذار میشه دوی به علاوه a، اینجا هم دو بذار میشه دوی به علاوه a. اما دو بیشتر بندازی این تو، الان بهت گفتم دیگه میشه دو، یه دو میاد پشتش. دو کمتر بندازی میشه یک، یه یک میاد پشتش. خب اگه اینو تو این ضرب کنی میشه 4 به علاوه 2، اگه اینو تو این ضرب کنی میشه 2 به علاوه a. حالا بچه میگه اگر حد راستو یعنی 4 به علاوه 2 منهای حد چپ کنم، یعنی این منهای 2 منهای a، جواب میشه 3. میگیم بله، حالا آ رو حساب کن. خب الان این با این ساده میشه، میشه a مساوی است با 4 منهای 2 هم میشه 2، دو رو ببریم اینور میشه 3 منهای 2، جواب 1. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 1. بله، سوال اول سوال خوبی بود، گلابی بود، مفهوم حد برای ما چی شد؟ تکرار شد و دوره شد. و همچنین
اولین محدود کننده و داستان داخل حد برای که تو شناختی. بریم بعدی. سوال شماره 2. بچه تو این سوال قرار مفهوم حد روی نمودار یک بار دیگه با هم سریع بررسی کنیم. گفته حاصل حد زیر از روی این نمودار. خب ببین یک مثبت میای سراغ یک، میگه یک کوچولو از یک بیشتر یا از سمت یک از سمت راست به یک نزدیک بشه، میری بالا میخوری به این خط قرمز. این خط قرمز تو رو داره به سمت عدد 3 راهنمایی میکنه. پس یک مثبت میشه 3. منهای یک منفی، نگاه کن، منهای یک رو به دست میاری، از سمت چپ بهش نزدیک میشی، این خط قرمز شما رو داره میاره به سمت 1. خب اینجا شد 3، اینجا شد 1، 3 منهای 1 2. یادآوری شد. بریم بعدی. سوال شماره 3، باز هم مفهوم حد. گفته فرض کنید fx همچین تابع دو ضابطه‌ای باشه، x بزرگتر مساوی 1 بشه 2، x کوچکتر از 1 بشه 1. خب گفته حد تابع fx هنگامی که x به سمت 1 منفی میره کدوم میشه؟ آقا خوب گوش کن، تابع چند ضابطه‌ایه؟ دو ضابطه‌ایه. یعنی باید دقت کنی، نقطه حساس داره، بیشتر از 1، کمتر از 1. خب بچه شما میگه 1 کمتر دیگه، یعنی باید بیای پایینی. آقا 1 کمتر مقدار تو میشه 1. اوکی، حالا باید تو این 4 تا گزینه دنبال گزینه‌ای بگردی که جواب شما بشه 1. خب بچه ایکس ای باید انتخاب کنید که کمتر از 1 باشه دیگه. 0 2 3 1 کدوم انتخاب کنیم؟ 0. 0 رو که بندازیم تو جوابش میشه 1 و تمام. باز هم مفهوم حد. بریم بعدی. سوال شماره 4، گفته کدام یکی از مجموعه زیر یک همسایگی راست عدد 2 است. خب رسیم به داستان همسایگی. ببین ما تو حد میگفتیم خودشو ولش کن، اطرافشو نگاه کن، اطرافش میشه همسایگی دیگه. همسایگی راست، همسایگی چپ، همسایگی محذوف، این سه تا نکته رو باید بلد باشید. خب عدد 2 ما میشه بیس کاری ما، همسایگی راستش میشه از 2 یک کوچولو بیشتر. بچه نگاه کنید گزینه ها رو 2 و 3، 1 و 2، 0 و 4، 1 و 3 به جز 2. خب پس جوابمون گزینه چنده؟ گزینه 3 1 میتونه باشه، یعنی از 2 تا 3. خب این داستانش یه 1 و 3 به جز 2، این همون کلمه محذوفه، یعنی همسایگی حذف شده یه 2، حواستون باشه. خب بریم سوال بعدی. سوال شماره 5، گفته با توجه به نمودار تابع زیر کدام یکی از گزینه‌های زیر درست است. دوباره مفهوم حد از روی نمودار. نگاه کنید بچه‌ها، یه شکل به ما داده، 4 تا گزینه شاید بررسی کنیم. گفته حد تابع در نقطه منهای 3 میشه 2، حد تابع در نقطه 3 میشه 2، حد تابع در نقطه 0 میشه 2، حد تابع در نقطه 2 میشه 2. آقا وقتی که مثبت و منفی نمیذاره بالا، یعنی که حد چپ و راستشون بررسی شده دیگه. اوکی بچه شکل نگاه کنید، در نقطه منهای 3 و در نقطه 3 ابتدا و انتهای تابع من هستش، حد یک طرفه محسوب میشه. تابع حد داشت که حد چپ و راستش موجود و برابر باشه، پس اینا یک طرفه هستن و جواب ما نخواهند بود. بیا روی این دو تا. آقا x به سمت 0، x به سمت 2 بره. این دو اینجا دیگه نگاه کنید، دو یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، شما داره به دو تا عدد میرسونه. پس در نقطه 2 حد نداریم، فقط میمونه چی بچا؟ گزینه 2 ما در نقطه 0 یه ذره بیشتر یه ذره کمتر، شما داره به یک عدد میبره، پس جواب میشه گزینه 2. باز هم مفهوم حد از روی نمودار. بریم بعدی. سوال شماره 6، گفته شکل مقابل نمودار تابع f از حاصله حد راست، حد چپ و مقدار تابع با هم دیگه چقدر میشه. خب نگاه کنید بچه ها، باز هم داریم مفهوم حد رو با هم دیگه بررسی میکنیم. مقدار تابع همیشه نقطه توپاره، این 3 مقدار توپارش میشه 2، یه دونه 2 اینجا داره. حد راست، حد چپ، از 3 بیشتر میشه 1، از 3 کمتر میشه منفی 2، منفی 2 با این 2 میره، فقط 1 میمونه. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره 2. مفاهیم رو داریم به صورت تیپ تست با هم دیگه بررسی میکنیم. سوال بعدی. سوال شماره 7، گفتن اگر نمودار تابع f به صورت زیر باشد آنگاه کدامی که از گزاره های زیر صحیح است. خب اولیش لیمیت fx هنگامی که x به سمت 1 میره گفته میشه 1. نگاه کنید بچه‌ها، 1 یه ذره بیشتر یه ذره کمتر 0، پس این نمیتونه باشه. x به سمت منهای 1 بره، x به سمت منهای 1 بره بچه‌ها نقطه ابتدا انتهاست دیگه، از یک طرف حد نداره، پس کلا میگیم حد نداره. بعدی 3 و 4 رو در نظر بگیرید، اما این 4 هنگامی که x به سمت بی نهایت بره باید حواسمون باشه دیگه. اول 4 رو بررسی کنیم، اگر x ما به سمت مثبت بی نهایت بره، به سمت مثبت بی نهایت بره، بچه نگاه کنید تابع شما داره نزدیک میشه به یک عددی، داره به سمت چه عددی نزدیک میشه؟ داره به y مساوی 0 نزدیک میشه. این گفته بی نهایت، اینم نمیتونه باشه، پس جواب میتونه گزینه چند باشه؟ 3. حالا 3 رو بررسی کنیم. آقا قدر مطلق گذاشته، شما قدر مطلق رو بذار کنار، ببین x به سمت 2 بیشتر بره میاد میشه منفی 2، 2 کمتر بره میشه 2. خب دو تا عدد مختلف در آوردی،
اما چون گذاشته داخل قدر مطلق، خروجی میشه مثبت دو و قابل قبول هستش. بچه هنگام که x به سمت بی نهایت بره میشه حد در بی نهایت. نگاه کنید، حد در بی نهایت رو شما دارید حساب میکنید. اصطلاحاً هنگام که x به سمت بی نهایت میره شما دارید مجانب حساب میکنید. کدام مجانب؟ مجانب افقی. داره به سمت افق میل میکنه. به چه خطی؟ y مساوی 0. اینم از این. بریم بعدی. سوال شماره 8. گفته در تابه F با این ضابطه مقدار حد چپ در نقطه منفی 2 عکس مقدار حد راست در این نقطه است. آ کدام است؟ نگاه کن. خب حد چپ و راست رو باید به دست بیاریم. آقا لیمیت Fx هنگامی که x میل میکنه به سمت منهای 2 یک کوچولو بیشتر. منهای 2 یک کوچولو بیشتر میشه 3 در منهای 2 به علاوه 4. قدر مطلق براکت مطلب خاصی نداره. میشه منهای 6 به علاوه 4 میشه منهای 2. خب لیمیت Fx هنگامی که x به سمت منهای 2 منفی داره میره، خب از بالایی بعد دارم، میشه منهای 2 به توان 2 به علاوه آ میشه 4 به علاوه آ. حالا چی میگه؟ مقدار حد چپ در نقطه منهای 2 یعنی این 4 به علاوه آ برابر است با عکس مقدار حد راست یعنی منهای 1 دوم. خب تموم شد دیگه، اینو میارم این بر آی من میشه منهای 4 منهای 1 دوم. تو گزینه هامون باید داشته باشیم منفی 4 و نیم. کدام گزینه؟ گزینه شماره 4. بریم بعدی. سوال شماره 9. گفته مجموع حد چپ و راست تابع Fx که به این صورت هست، وقتی x به سمت 0 میره کدومه؟ گفته اینم نماد جزء صحیحه. اگر نمیگفتم خودمون بلد بودیم. نماد جزء صحیحه. نگاه کنید. یه کوچولو. آقا لیمیت براکت بفرمایید. اینم لیمیت براکت. خط کسری خط کسری. دو دو این که تغییر نمیکنه. یک یک اینم که تغییر نمیکنه. آقا یک بار x داره به سمت صفر مثبت، یک بار x داره به سمت صفر منفی میره. خب صفر مثبت اینجا، اینجا هم صفر منفی. خب بچه نگاه کنید، صفر مثبت بذارم اینجا میشه یک مثبت، اینجا صفر منفی بذارم اینجا میشه یک منفی. آقا دو تقسیم بر یک میشه دو. اوکی، حالا اینجا مخرج تو داره چی میشه؟ بزرگتر میشه. پس کسر چی میشه؟ کوچیکتر میشه. پس در نهایت کسر تو کوچیکتر میشه، دو منفی. اینجا داره چه اتفاقی میفته؟ مخرج تو داره کوچیکتر میشه، پس خود عبارت بزرگتر میشه. آقا دو منفی یعنی از دو یک کوچولو کمتر، براکت عدد صحیح سمت چپ، دو بیشتر دو. حالا چی گفته؟ مجموع حد چپ و راست یک و دو سه. خیلی شو ببینی. بریم بعدی. سوال شماره 10. گفته اگر f دو x به علاوه 3 به روی x منهای 1 بشه 3x به علاوه 4 به روی 2x به علاوه 7، لیمیت fx هنگام که x به سمت 7 میره کدومه؟ خب دانش آموز میگه آقا قدر مطلق براکت مثلث این داستانه که نداره. میگم نه. میگه پس داستان چیه؟ میگم داستان اینه، اینجا fx، اینجا f یه بسته است. اگر اینجا x به سمت 7 بره این تو عدد بشه 7، اما اینجا چه عددی بذاریم تا این بشه 7؟ داستان اینه. پیشنهادم اینه که شما بیا این 2x به علاوه 3 به روی x منهای 1 و مساوی 7 بذارید تا مقدارتون در بیاد. این یه راه. خیلی هم ساده و گلابی هست شما عدد میذارید. راه دوم، ببین دو سه تا عدد تو ذهنت جابجا کن. 1 2 3 حالا چه مثبت چه منفی. 1 چه نمیتونه بشه، 1 بذاری اینجا مخرج میترکه. 2 رو بذار، دو منهای یک میشه یک، دو دو تا چهار تا، چهار تا و سه تا هفت تا. پس اگر تو لیمیت اف ایکس هنگامی که ایکس به سمت هفت رو ازت خواسته، اینجا باید ایکس رو به سمت دو میل بدی تا این عبارت هم بشه هفت. دو بده، دو دو تا چهار تا، چهار و هفت یازده، دو سه تا شیش تا، شیش تا و چهار تا ده تا. این هم که هیچ. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره یک. بریم بعدی. سوال شماره 11. گفته حد چپ تابع براکت 2x منهای قدر مطلق x هنگامی x به سمت منفی 1 میره کدوم؟ ببین تکلیف تو قدر مطلق معلومه، یعنی تعیین علامتش کن. ذاتش مثبت بشه خودش میاد بیرون، ذاتش منفی باشه با یه منفی میاد بیرون. تکلیف براکت هم معلومه، عدد صحیحی باید ازش بیاد بیرون. آقا حد چپ در نقطه منهای 1. بچه‌ها اگه x به سمت منهای 1 منفی بره، منهای 1 منفی،
این تو ذاتش میشه منفی. خب ذاتش که بشه منفی با یه منفی میاد بیرون، میشه 2x به علاوه x. 2x به علاوه x میشه چند x؟ میشه 6x. شما پس الان براکت 3x رو داریم هنگام که x به سمت منهای 1 منفی میاد. خب اگه تو این ضرب بشه 3x دیگه میشه 3 تا منهای 1 منفی. اوکی میشه منهای 3 منفی. خب منهای 3 یه ذره کمترش عدد صحیح سمت چپش چقدر میشه؟ میشه منهای 4 دیگه. تمام، این هم هست. داریم مباحث حد با هم دیگه سریع دوره میکنیم، بریم بعدی. سوال شماره 12 گفته نمودار تابع F به صورت مقابله مجموعه، یعنی جمعه طول نقاطی که تابع F در آنها حد ندارد کدومه؟ آقا حد داستانش چی بود؟ حد چپ و حد راست موجود و برابر باشه. نگاه کنید شکلو، همیشه بیاین سراغ نقاط ابتدا و انتها. بچه ابتدا و انتهای ما خب این اگه تابع ما یک طرفه باشه میگیم حد نداره، اما اینجا از دو طرف داره. خب منهای 4 نگاه کنید، حد چپ و راستش برابر نیست. این چی؟ 4 رو نگاه کنید، دوباره حد چپ و راستش برابر نیست. این دوتا میره کنار. پس ابتدا و انتها رو همیشه بررسی میکنیم. اگر از یک طرف بود که میگی اصلا کلن حد نداره، حالا این از دو طرفش موجوده، ما اومدیم بررسی کردیم، دیدیم حد چپ و حد راست یکسان نمیشه، این دوتا رفت کنار. خب نقطه 3 چی میگه؟ نقطه 3 هم حد چپ و راستش برابر نیست. بچه به نقاط تو پر تو خالی نگاه نکنید، همسایگی هاشو نگاه کنید. تو نقطه 2 حد چپ و راستش برابره، تو نقطه 1 همچنین، تو نقطه 0 همچنین، منهای 1 همچنین، منهای 2 همچنین، تو نقطه منهای 3. تو نقطه منهای 3 هم حد چپ و راستش یه بچه ها برابره، مشکلی نداره. پس منهای 4 رو دارم، 4 رو دارم، 3 رو دارم. اینا رو بخوام با هم جمع کنم، این که با این از بین میره، فقط عدد چی میمونه؟ 3 میمونه. یعنی مجموعشون دیگه 4 رو منهای 4 پری 3 میمونه دیگه. کدام گزینه؟ گزینه 4. باز هم داریم مفاهیم حد رو با هم بررسی میکنیم، بریم بعدی. سوال شماره 13 میگه تابع مربوط به کدام نمودار در x مساوی a تعریف شده نیست و حد ندارد؟ آقا صحبت از تعریف شدن یا نشدن باشه، یعنی توپر باشه دیگه. خب آقا تعریف شده نیست، خب اینجا توپره، این سه تا تو خالیه، پس اینه هیچ و حد نداره. پس اینجا آقا در نقطه a تعریف شده، حدم نداره ولی جواب من نیستش. این سه تا رو ناکنید، تعریف نشده و حد هم نداره. ببینید بچا دو گزینه 3 یه ذره بیشتر یه ذره کمتر شما رو به دو تا مقدار مختلف روی محور y ها میرسونه، این حد نداره. اما این و این یه ذره بیشتر یه ذره کمتر شما رو به یه عدد میرسونه و حد داره، شد جواب گزینه 3. بریم بعدی. سوال شماره 14 گفتن که f(x) بشه براکت x منهای x و gx بشه x منهای 1 به روی 2x، هنگاه لیمیت gf(x) هنگام که x به سمت 2 منفی میره چقدر؟ این هم که نماد جزء سعی. نگاه کنید بچه ها، بدون فوت وقت سریع جی اف ایکس رو تشکیل بدیم، یعنی برو داخل تابع جی باشه، به جای ایکسش بذار اف ایکس، یعنی براکت ایکس منهای ایکس، اینجا هم میشه دوتا براکت ایکس منهای ایکس. خب به جای ایکسش اینجا یه دونه منهای یک هم داره. خب آقا ایکس به سمت دو من دو کمتر، دو منفی. خب دو منفی رو بندازم این تو و دو منفی رو بندازم این تو، میشه آقا دو یک کوچولو کمتر میشه یک. پس اینجا رو بچه هم بذاریم، بچه ها یک بعد بذاریم، ببینیم چه اتفاقی میفته. این میشه یک، با این منهای یک میره میشه منهای ایکس فعلا. اینجا هم میشه دو یک منهای ایکس دیگه. آقا این علامت منفی تأثیر خودشو گذاشت، حالا ایکس رو میذاریم بچه ها، ایکس به سمت چی میره؟ دو میره. دو بذار، دو بذاریم اینجا میشه منهای دو، اینجا هم دو بذاریم میشه منهای یک، منفیشو با منفیش بزن، دو به دو شد یک. تمام، یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره یک. این هم هستی، بریم بعدی. سوال شماره 15 میگه fx به علاوه 2 شده کسینوس پی ایکس، یکی به علاوه سینوس پی ایکس، حاصل لیمیت fx هنگامی که x به سمت 3 میره. خب بچه نا کنید، اینجا x، اینجا یک بسته غیر از x. اگر قرار باشه اینجا هم بشه 3، شما x رو به سمت 1 بفرستید. خب 1 بفرستید، کسینوس پی در میاد با سینوس پی. کسینوس پی میشه منهای 1، اینجا هم میشه 0، منهای 1 به 1 هم میشه منهای 1. اینم از این. بریم بعدی. سوال شماره 16 گفتن اگر fx بشه همچین تابعی با این قیافه براکتی، آنگاه لیمیت fx دوی منهای یک x به سمت صفر بره چقدر میشه؟ این با سوال قبلی هایی که بچه ما همینطوری به صورت ذهنی حلش میکنیم یک کوچولو فرق داره.
چون وقتی داری میگی به سمت صفر میره، یه داستان اینجا ایجاد میشه که صفر مثبت و منفی هست. نگاه کنید. خب ببینید لیمیت چی رو خواسته؟ لیمیت f x2 منهای 1 x داره میل میکنه به سمت صفر. خب طرف میگه صفر مثبت یا صفر منفی، این خودش یک مطلبی هست، اینجا این علامتش باید بررسی بشه. ببین اگه x شما به سمت صفر، حالا چه مثبت چه منفی، میل کنه، x به توان 2 قطعا به سمت صفر مثبت میل میکنه. خب اگه x به توان 2 به سمت صفر مثبت میل کنه، اینجا هم میشه صفر مثبت منهای 1. خب بچه نکنید صفر منهای 1 میشه منهای 1، فقط اون علامت حدی بالاش میمونه دیگه، که اینجا داره برای شما چی رو ایجاد میکنه؟ منهای 1 مثبت. چون اگه اینجا صفر منفی بود، منهای 1 رو میبرد عقبتر، پس اینجا منهای 1 میبره جلوتر، میشه منهای 1 مثبت. حالا شما باید لیمیت f منهای 1 مثبت رو بررسی کنید دیگه. خب بچه منهای 1 مثبت از بالای میره یا پایینی میره؟ از بالای میره، پس میره براکت x رو میاد بنویسی، بجش بنویسی منهای 1 مثبت. خب آقا این منهای 1، منهای 1 یه ذره بیشتر، عدد صحیح سمت چپش میشه چقدر؟ منفی 1 و تست تمام. این هم هست سوال قشنگی. بریم بعدی. سوال شماره 17 گفته اختلاف حد چپ و راست تابع fx مساویه براکت منهای x به علاوه 3 براکت x به علاوه 2 در x مساوی منهای 3 کدومه؟ خب آقا حد چپ و راستش رو به دست میاریم و اختلافش رو بهتون میگیم چه خبره. نگاه کنید لیمیت x داره میل میکنه به سمت منهای 3 مثبت، لیمیت x داره میل میکنه به سمت منهای 3 منفی. خب آقا من اینجا یه خط کسری دارم، یه مثبت 3 یه مثبت 2 دارم، اینا که داستان برای من ایجاد نمیکنه، مثبت 3 مثبت 2. اینجا بچه براکت x دارم، اینجا هم براکت منهای x دارم، این دوتا بحث ما دیگه، مخصوصا اینه که منفی داره براکت x. خب بچه x به سمت منهای 3 مثبت، آقا منهای 3 یه کوچولو بیشتر بره این تو، منهای 3 مثبت بخواد بره داخل این، میشه عدد صحیح سمت چپش میشه منهای 3. خب پس اینجا میشه منهای 3، منهای 3 به علاوه 2 میشه منهای 1، اینجا منهای 1 داشته باش، اینجا منهای 3 منفی، منهای 3 منفی بخواد بره این تو، میشه عدد صحیح سمت چپش میشه منهای 4، منهای 4 به علاوه 2 هم حاصلش میشه منهای 2. اوکی بیاین توی صورت، اینجا یه داستان کوچولو داره. بچه نگاه کنید وقتی که یک عبارتی رو شما میخواییم منفیش کنید، این نکته رو بدونید، علامت بالاش هم میچرخ. آقا منهای 3 مثبت ضرب در این، خب منفی در منفی میشه مثبت 3، میشه چقدر؟ مثبت 3. اما این مثبت 3 مثبت تبدیل میشه به مثبت 3 منفی. توی 0 تا 100 هم اینا رو کامل توضیح دادیم، شکل کشیدیم و نکاتش رو گفتیم. حالا اینجا منهای 3 منفیه، خب منفی در منفی میشه مثبت 3، منفی هم میشه چی بچه‌ها؟ مثبت. خب 3 کمتر مثلا 2 خورده براکتش میشه 2، میشه 2 به علاوه 3 میشه 5، کلا شد منفی 5. اینجا رو داشته باشید 3 مثبت میشه 3، 3 و 3 میشه چقدر بچه‌ها؟ 6، و 6 به منفی 2 هم میشه منهای 3. خب آقا اختلاف اینا منهای 3 منهای 5 دیگه، دو واحد دیگه، یعنی کدام گزینه؟ گزینه 4. حواستون سر این نکته جمع باشه. بریم بعدی. سوال شماره 18 گفته اگر f x بشه براکت x x و g x بشه 1 x اوم، آنگاه حد تابع g f اوم در x مساوی 0 کدومه؟ اینم که نماد جزء صحیحه. بچه نگاه کنید اعمال جبری روی توابع. خب آقا g f اوم میخواد. خب g چی بود در نقطه x مساوی 0؟ خب g چی بود؟ g هست 1 x اوم و f هستش که براکت x x اوم. خب من قبل از این که بخوام حد رو به دست بیارم، میام اینجا دامنه رو حساب میکنم. بچه ما حق ساده سازی نداریم دامنه رو حساب بخوام بکنیم، یک تابع کسریه، پس مخرج ما نباید چی بشه؟ صفر بشه. کسری صفره که صورت صفر بشه. خب بچه براکت x اگر بخواد صفر بشه، نگاه کنید یادتون دادیم دیگه داستان، صفر 1 2 میه اینجا، اینجا تو پر فنر باز میشه، یک واحد میاد جلو، از صفر تا یک هر چی هست براکتش میشه صفر. پس جواب ما میشه، دامنه ما میشه r به جز از صفر بسته تا یک باز. یعنی همه چی قبوله، اما از صفر بسته تا یک باز باید بندازیمش بیرون. چرا؟
چون اگه از صفر بسته تا یک باز اینجا هر عددی رو بذاری براکتت میشه صفر. وقتی هم براکتت بشه صفر اینجا رو میکنه صفر، عدد بره به صفر هم که تعریف نشده میشه. پس این نباید بشه. آیا در نقطه x مساوی صفر من میتونم حدش رو بررسی کنم؟ نه، حد نداره. چرا؟ چون این قسمت که حذف میشه حد راست ما رو در نقطه صفر چی میکنه؟ دوچار مشکل میکنه. حواستون باشه برای این تیپ تست ها ابتدا دامنش رو به دست بیارید، سپس بیاین در مورد حد داشتن توی یک نقطه نظر بدید. بریم بعدی. سوال شماره 19 گفتن اگر f x همچین تابعی باشه، یعنی این تابعی سه‌ضابطی و g x باشه سه منهای x، حد f o g هنگامی که x به سمت 2 منفی میره رو به دست بیارید. نگاه کنید آقا، اول بریم سراغ f o g. f o g x خب همه تون دیگه میدونید میشه f g x. من قرار حد بگیرم از این، باشه بیاینم حد لیمیته x رو میخوام میل بدم به سمت چی؟ به سمت 2 کمتر، میام داخل تابع g x. بچه ها g x خیلی تابع گلابی هست. دانش آموز میگه آقا این که هست سه منهای x دیگه، نه قدر مطلقی نه براکتی نه هیچی، این مثبت منفیه چی میگی؟ بذار 2. میگم اگه من بذارم اینجا رو x رو به سمت 2 منفی میذارم بذارم 2، میشه 3 منهای 2 1. خب 3 منهای 2 1 میشه f 1، یعنی میشه مقدار تابع. خب مقدار تابع هم که وسطیه، 1 علاوه 1 میشه 2. اما حواستون باشه یک نگاه حدی باید داشته باشید به این سوال. بچه اینجا شما 2 منفی رو در نظر بگیرید. آقا 3 منهای 2 میشه 1، سه منهای دو یه ذره کمتر، پس اینجا باید بشه یک چی؟ مثبت دیگه. حالا یک مثبت رو بخواید در نظر بگیرید، یک مثبت از بالایی میره، چون از بالایی میره بالایی هم سه ایکس به علاوه یک، جواب شما میشه چند بچه ها؟ 4. پس حواستون به این نکته کوچولوی سوال 19 باشه. درسته قدر مطلق نداره، درسته براکت نداره، درسته مثلثاتی نیست، اما تابع سه ضابطه ایه. تابه های چند ضابطه ای یعنی اهمیت داره، حساسیت داره، یه ذره بیشتر یه ذره کمتر. نگاهتون تو این تابه ها هم با حساسیت باشه. بریم بعدی. سوال شماره 20 گفتن اگه نمودار تابع f به شکل مقابل باشه، حاصل لیمیت f یک منهای x، x به سمت 2 منفی میره رو به دست بیارید. خوب نگاه کنید بچه‌ها. خب شکل که مشخصه، ما فقط در مورد این ضابطه باید صحبت کنیم. یکی منهای x، x داره میل میکنه به سمت 2 منفی. ببین اگر x های من میل کنه به سمت 2 منفی، یعنی x های من از 2 یک کوچولو کمتره دیگه، از 2 یک کوچولو کمتره. اگه اینجا 2 مثبت بود میگفتم x های من از 2 یک کوچولو بیشتره. بچه من میخوام این بسته رو اینجا بسازم، ببینم اگر این x بشه یک منهای x، این 2 چه عددی میشه که من x رو به سمت اون عدد میل بدم. خب آقا منفی داره منفی بزن، میشه منهای x بزرگتر از منهای 2. وقتی توی منفی ضرب کنی جهت برمیگرده، به علاوه 1 داره به علاوه 1، پس میشه یک منهای x بزرگتر از منهای 1 میشه. یعنی در واقع اگر x شما به سمت 2 منفی میل کنه، یک منهای x شما بزرگ به سمت منهای یک مثبت میل میکنه. منهای یک مثبت نکن، این بسته شما بزرگتر از منهای یک، یعنی میشه منهای یک مثبت. خب آقا من تو شکل بعد دارم نگاه کنم، لیمیت f منهای یک مثبت رو به دست بیارم. بچه با توجه به شکل منهای یک یک کوچولو بیشتر، مقدار حدی ما داره به سمت صفر میل میکنه، یعنی کدام گزینه؟ گزینه 4. حواست باشه توی این تیپ تست ها اگر بخوای اینو مستقیم قرار بدی، ممکنه یک کوچولو دوچاره چی بشی؟ نقصان بشی. اینو برای خودت بساز، خیلی هم راحته. بریم بعدی. سوال شماره 21 گفته باقی مانده تقسیم x منهای x به علاوه x به علاوه 4 بر x منهای 2 برابر 0 است، حاصل جمع صفرهای تابع پی کدام است؟ نگاه کنید بچا، مقسوم مقسوم علاوه باقی مانده است. اینا رو تو حدی که برای شما در نظر گرفتن سال 12 کتاب یه مروری کوچولوی کرده، ما همینجا میخوام براتون این مثال حل کنیم. آقا ببینید اگر شما یک مقسومی داشته باشید، اینجا تقسیم بشه، مقسوم اینجا میشه مقسومون الی و اینجا میشه خارج قسمت و اینجا هم میشه باقی مانده. روش های مختلفی برای تقسیم هست، از جمله روش هورنر و روش های دیگه‌ای که وجود داره.
خب دوست عزیز ببین، وقتی که باقی مانده شما شده صفر، یعنی این ضرب در این به علاوه صفر مساوی مقسومت میشه، یعنی این بر این بخش پذیره. به این لفظ ها آشنا باشه. و الان اینجا یه تابعی داری به نام پی ایکس، بر چی تقسیم شده؟ بر ایکس منهای دو، بر ایکس منهای دو تقسیم شده. باقی مانده شما شده چقدر بچه ها؟ صفر. خب پس شما میتونید این عبارت رو اگر مساوی صفر قرار بدید، ایکس شما میشه دو و میدونید پی دوی شما باید بشه صفر. پس اگه اینو مساوی صفر قرار بدید، عددی که در میاد رو بندازید داخل مقسوم، باید جواب بشه چقدر؟ صفر. خب الان شما پی دو رو میخواید حساب کنید. پی ایکس شما چی هستش بچه ها؟ پی ایکس شما هست ایکس به توان 3 منهای ایکس 2 به علاوه کا ایکس به علاوه 4. حالا قراره بیا به جای ایکس چقدر بذاری؟ منفی 2. مثبت 2 ببخشید. مثبت 2 بذارید جواب باید بشه چقدر؟ 0. خب بذاریم 2. 2 به توان 3 میشه 8، منهای 2 به توان 2 میشه 4 به علاوه 2 کا به علاوه 4 مساوی 0. خب منهای 4 به مثبت 4 میره، 2 کای شما میشه منهای 8، پس کای شما میشه منهای 4. پس بچه کای من شد منهای چقدر بچه ها؟ 4. دقت. خب الان من کای رو در بیارم منهای 4، میتونم معادله به این صورت مجدد بنویسم، میشه x منهای x2 منهای 4x به علاوه 4. خب این شد معادله پی ایکس من. گفته حاصل جمع صفرهای تابه. آقا حاصل جمع صفرهای تابه، صفر تابه یعنی ریشه ها، یعنی ریشه ها رو با هم دیگه جمع کن. خب من اگر بخوام این عبارت رو بچه ریشه هاشو در بیارم، روش های مختلفی هست. از جمله دستبندی این دوتا رو با هم بگیرم، این دوتا رو با هم بگیرم. خب اگه این دوتا رو با هم بگیرم، این دوتا رو با هم بگیرم، خب از x2 این فاکتور بگیرم میشه x منهای 1، از این دوتا از یه منهای چارش فاکتور بگیرم میشه x منهای 1، دوباره بیام از یه دونه x منهای 1 فاکتور بگیرم چی میمونه بچه برای من؟ میمونه x2 منهای 4، x2 منهای 4 مساوی 0. خب ببینید عامل مشترک، عامل مشترک میکشم بیرون، x2 منهای 4، اینجا ریشم در میاد 1، اینجا ریشم در میاد مثبت منفی 2. خب من میخوام اینا رو با هم دیگه جمع کنم، این دوتا که قرینه است از بین میره و فقط یک جواب برای ما ایجاد میشه. حاصل جمع صفرها میشه x مساوی 1، یعنی گزینه 3. بچه دقت کنید این نکته تو کجا به درد ما میخوره؟ تو به دست آورد برای حل تست های صفر صفر که تو روش تشریحی میومدیم عامل ابهام میکشیدیم بیرون و بعد ساده میکردیم، به درد امتحان مدرسه میخوره. اما توی کنکور که از جلوتر هم با هم تستا رو حل میکنیم، ما نمیایم تقسیم ها رو انجام بدیم مگه اینکه مثل این سوال تقسیم باشه. ما میایم روش هوپیتال در ادامه روش هوپیتال رو هم دوره میکنیم.